سلام شاگردان عزیز، خدا کند که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشه و کارخانگی درس گذشته تان هم به خوبی انجام داده باشه. امید است که خوب باشید. درس امروز ما درس ششم و هم در مورد ضمیر یعنی قواعد دستوری یا گرامری هست. ضمیر چیست؟ ما چگونه ضمیر را استفاده میکنیم؟ شما قبلا آشنا شدید با انواع بخش های گرامری که در کتاب میخوانید. من برتان او را معرفی کرده بودم. امروز از او جمله ما در بخش ضمیر میگیم که ضمیر چی هست؟ ضمیر کلمه است که جانشین اسم شده و از تکرار آن در جمله جلوگیری میکنند. چرا ما ضمیر را استفاده میکنیم در بجای اسم؟ ما میتونیم خود اسم را بار بار تکرار نوشته بکنیم. اگر ما یک اسم را بار بار در یک جمله تکرار بکنیم و ذکر بکنیم، نوشتن بار بار اسم سبب نارسایی یا از بین رفتن زیبایی های جمله یا پاراگراف ما میشه. چیزی را که ما در رشته تحریر میاریم او را از بین میبرم زیبایی هایش. پس بجای اسم ما میتونیم ضمیر استفاده بکنیم که ضمیر به سه بخش، یکی ضمیر منفصل هست، متصل و مشترک هست. پس در اینجا شما به جمله که جاوید دیروز آمد، در این جمله توجه داشته باشین که جاوید دیروز آمد و به جاوید چیزی نگفته بودند. در این قسمت دو بار نام جاوید ذکر شده، یک بار در قسمت اول و بار دوم در قسمت دوم جمله ذکر شده. و جمله دومی یا جمله بعدیش که در اینجا ذکر شده، جاوید دیروز آمده بود و به او چیزی نگفته بودند. در این قسمت یکی جاوید اسم شد و ضمیر کلمه یا اونمو حرف الف و یا او هست که اون نشان دهنده مفرد شخص دوم می باشد یا مخاطب شخص دوم هست. پس اگر ما جاوید را در اینجا دور ساختیم، هم جمله ما کوتاه شد و هم جمله ما بسیار زیبا شد، یعنی از تکرار اسم جلوگیری کرد. پس در اینجا میتونیم ما به مانند از دیگر انواع ضمیرها را هم استفاده بکنیم. ما میپردازیم به ضمیر مشترک. پس ضمیر مشترک چی؟ ضمیر مشترک اونم ضمیری که برای سه شخص، شخص اول، دوم، سوم. پس شما سه شخص بشناسید که کی هست. شخص اول متکلم، شخص دوم مخاطب یا شنونده، شخص سوم غایب یا کسی که حاضر نباشد. برای سه شخص به یک شکل هم جمعش و هم مفردش به کار میره، یعنی جمع و مفرد ازی به یک شکل به کار میره. و اما یک چیز توجه داشته باشین شاگردای عزیزی که ضمیر مشترک خصوصا ضمیر خود بسیار زیاد به کار میره. کی به کار رفتن ضمیر خود امروزه مروج هست در بین ما که ما از شخص ها میگیم شخص اول یا متکلم یا کسی که سخن میگه، گوینده برش مفردش، خود، خیش، خیشتن گفته. مثلا خود گفتم، خیشتن گفتم، خیش گفتم. در اینجا خود گفتم، خیش گفتم، خیشتن گفتم. این برای شخص اول هست. و شخص دومش هم بهش جمع متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر به این معناست که همراه کسی که سخن میگه اشخاص دیگر هم در اونجا حاضر است، موجود هست. متکلم مع الغیر به اونم شخص گفته میشه که بر علاوه گوینده دیگر افراد هم شامل باشه. مثلا ما بر جمع از او هم کلمه خود، خیش، خیشتن هر سه زیر استفاده کردیم. خود گفتم، خیش گفتم، خیشتن گفتم، یعنی بر جمعش هم یک شکل استفاده میشه. و بر مخاطب از او هم به شکل ما میتونیم خود، خیش، خیشتن را هم بر جمع و هم بر مفرد استفاده بکنیم. مثلا خود گفتی، خیش گفتی، خیشتن گفتی بر مفرد شخص دوم هست. و یا ای که خود گفتی، خیش گفتی، خیشتن گفتی. در اینجا اینه می گفتی چی هست؟ در اصل یه جمع هست، یه جمع هست که یا چی ذکر شده در اخیرش؟ یا دال، تنها اینمی حرف دال زیاد شده و او را به جمع تبدیل کرده. پس ایره ما میگیم مخاطب شخص دوم جمعش هست که هم خود گفتید، خیش گفتید، خیشتن گفتید. شخص سومش گفت، یعنی کسی که سخن گفته اما
حاضر نیست در مجلس ما. او حاضر نیست. شخص سوم. پس ما میگیم خود گفت یا جمعش خود گفتند. این گفتند جمع از او هست که ما هم میتونیم این سه ضمیر را که خود خیش خیشتن هست برش استفاده بکنیم و او یک شکل استفاده داره، یعنی تغییرات در او وارد نمیشه به مانند دیگر بخشای قواعد گرامری در ضمیر مشترک. این بود درس امروزتان راجع به ضمیر و ضمیر مشترک. پس شاگردان عزیز اگر کدام مشکلی می داشته باشید در درس، دوباره از طریق واتساپ بر ما روان بکنید و ما جواب براتان میدیم. در غیر از او کارخانگیتان نوشتن درس و حل فعالیت های کتابتان، یعنی بعد از این قواعد گرامری یا دستوری فعالیت هاست که او را شما حل میکنید در کتابچه‌تان و دوباره از طریق واتساپ بر ما روان میکنید. وقتتان خوش. خداحافظ و ناصرتان.